به نام خدا و سلام بر شما در این برنامه. خشم امیرخان متقی در برابر ادعاهای جامعه غربی، از رد حضور گروه های هراس افغان تا تأمین حقوق بشر. سرپرست وزارت خارجه می گوید غرب با نادیده گرفتن دستاوردهای امارت اسلامی از منابع مخالف کابل اتهام های بی اساس وارد می کند. کلوای سید بشر حقوق دی، کلوای دی خزو حقوق دی، کلوای دی قاعده و نور دلی موجود دی. دغه قضاوت یا دغه معلومات تاسو د کوم میکانیزم له مخې نه کوئ. زرهاو کیلومتر لری یوازې د ځینو خاصو مغرضو کړیو او د افغانستان د دښمنانو لمنابع او معلومات ترلاسه کوي او هغه باید مستند معلومات په نامه نشر کوي. چرا غرب به جای تعامل راه تقابل را در پیش گرفته و آیا واقعا ادعاهای وارد شده بی اساس است؟ اینجا در فراخبر. من شمسمانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان جاوید مومند استاد دانشگاه اینجا در استودیو و آقای احمد سرور سفیر پیشین افغانستان در هند که تا دقایق دیگر با ما وصل خواهند شد از طریق اسکایپ. آقای مومند خوش آمدین. و بحث غرب از نقض حقوق بشر انتقاد میکنه و از حضور گروه های هراس افغان، اما آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه او را رد میکنه، میگه بی اساس است، بی بنیاد است و از منابع معتبر گرفته نشده. شما فکر میکنین حقیقت چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب امانی صاحب سلام خدمت شما و خدمت مهمان گرامی و بینده های عزیز. ببینین، اصلا من فکر میکنم که هر دو طرف میخواهد که یک فضای اعتماد سازی باید در میان هر دو طرف به وجود بیاید. به خاطر از اینکه چون 20 سال ایالات متحده آمریکا جمع 45 کشوری که وجود داشت، اونا در تقابل بودن، در جنگ بودن عملا. اینا میخواهند که بیشتر امتیازگیری کنه و به خاطر منافع ملی خود غرب کوشش میکنه که فشارهای مختلف بالای امارت اسلامی برن. ولی این طرف هم من فکر میکنم که ضرورت دیده میشه که حداقل یک تعامل کت جامعه جهانی صورت بگیره تا اینا بتانن همون دستاوردهایی که امروز در افغانستان دارن بتانن کشورها از اونا دفاع کنه و حمایتشان کنه. درست. ولی من فکر میکنم که هنوز یک اعتماد به وجود نامده میان دو طرف. بنابراین هر طرف شما ببینین کوشش میکنن که اونا به تقابل یعنی به وجود بیاید در میان از اینا. بنان من فکر میکنم که غربی ها وقتی که صحبت میکنه به خاطر منافع ملی خود است و صحبتی که از گروه ها کردن، من فکر میکنم که بیشتر اینا کوشش میکنه رقبایی که دارن مثل روسیه و کشورهای دیگه، هر کشور کوشش میکنه بعضی گروه ها را حمایت کنه و اگر در افغانستان باشه و اگر در کشور دیگه باشه، توسط او گروه ها میتونه منافع خود به دست بیاره، حتی کشورها را میتونه مرزهایشان نارام بسازه، بالاخره مصروف جنگ اونا را بسازه. بنان اینا کوشش میکنه از بعضی گروه ها حمایت کنه. و امارت اسلامی را گرزت میکنه. ولی وقتی میگه که حقوق بشر در افغانستان به شدت نقض میشه و از طرف دیگه هم خب از حضور گروه های هراس افغان در افغانستان نگرانی میکنه، امید دو موارد کجا مثلا منافع ملی امریکا را تأمین میکنم؟ اما فراموش هم نکنیم که توماس ویس در حاشیه نشست دوحه و تولونیوز گفت که منافع امریکا در افغانستان استوار بر دو اصل است. یک، خاک افغانستان علیه ما کار گرفته نشوه، منافع ما باید در افغانستان تأمین شوه. دوم، هم باید خواست های مردم افغانستان یا حقوق مردم افغانستان تأمین شوه. ببینین، شما خودتان در پرسشتان گفتین که تامویس خودشان میگه به خاطر منافع خود کار میکنیم، یعنی به این مفهوم است که در افغانستان اونا منافع دارن، نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه اونا منافع خود دارن. وقتی که شما از حقوق بشر صحبت کردین و از گروه های هراس افغان، ببینین گروه های هراس افغان اگر وجود داشته باشه، بدون شک که هم بر افغانستان خطر ساز است و هم بر کشورهای همسایه و منطقه و در جهان. 11 سپتامبر شما شاهد بودین دیگه که وقتی جهان تکان داد. حقوق بشر من فکر میکنم که هر یکی به نوبه خود یک تعریف خاص خود به ویژه خود دارن از حقوق بشر. اعلامیه حقوق بشر که در سال 1946 اونا تصویب شد، من فکر نکنم که قدرت های بزرگ در سازمان ملل متحد در امنیت شورا اونا وقتی شورای امنیت اونا
دائمی عضویت دارن، اونا خودشان نقض کردن حقوق بشر. در هر گوشه جهان شما ببینین وقتی منافعشان باشه اونجا میرن، اونجا برشان حقوق بشر مهم نیست. شما ببینین اگر از فلسطین ما یادآوری کنیم، در اوکراین اگر ما یادآوری کنیم، در اوکراین شما ببینین روسیه حقوق بشر را مراعات نکرده، حقوق بشر نقض شده در اوکراین، در فلسطین و اسرائیل، در جنگ فلسطین و اسرائیل حقوق بشر نقض شده. حتی شما یک چند روز پیش دیدین که جاهای ملکی بمبارد شده، اونجا هیچ کشور نیست به شمول ایالات متحده آمریکا که اونا را نقض بگن که حقوق بشر در اینجا نقض شده. حتی آمریکایی ها و اروپایی ها تظاهرات کردن که نسل کشی است در فلسطین، خو هیچ کار نکرد. ولی یک چیز نباید فراموش کرد که در افغانستان هم وقتی ما حقوق بشر میگیم، در حقوق بشر دیگر باز همگی میان، هم از طبقه و ناس، هم زنان و مردان میان. بدون شک حقوق زنان فعلا در جریان 3 سال نقص شده. اگر او تحصیلش را ببینین، اگر اونا زمینه کاریشان را ببینین، در این مورد هیچ کاری نشده. در این 3 سال شما ببینین هیچ طرح ساخته نشده، نه به خاطر بازنمودن مکاتبشان، نه به خاطر بازنمودن پانتونها، نه به خاطر از اینکه زمینه کاری برشان مساعد بسازه. این کار نشده، این نقص شده. اگر واضح هست، این صرف به خاطر از این نیست که ما بگوییم که ایالات متحده آمریکا یا غرب سوال هم همیست آقای مومن، که خب آقای متقی میگه که امریکا وقتی این موارد را میگه اینها ادعاهای بی اساس است، اساس نداره، ولی همونطوری که اشاره کردین طرز دید در مورد حقوق بشر از اینجا تو امریکا بسیار فرق میکنه. امریکایی ها آنچه که همین اکنون بر زنان افغانستان میگذره این را نقض صریح و واضح حقوق بشر میخوانه، اما در کابل نگاه این گونه است که زنان حقوقشان مطابق شریعت اسلامی تأمین است و بهترین حقوق هم زنان همین اکنون داره. حالا وقتی است که وقتی نگاه ها متفاوت است، چطور میشه کنار آمد و راه میانه را دریافت؟ بدون شک راه وجود داره، با گفتگو و مذاکره میتونه این مسائل حل شوه. یک چیز باید داشته باشین که ایالات متحده آمریکا از غم مردم و از غم زنان افغانستان اونا نمردن که بیان بگن که زنان افغان از این حقوق برخوردار نیستن، بلکه اونا به خاطر منافعشان از بعض مسائل است که اونا ابزار قرار میده به خاطر رسیدن به اهدافشان. امروز ایالات متحده آمریکا اگر مکاتب باز شوه، پانتونها باز شوه، زمینه کاری برای خواهرای ما مساعد شوه، این را باید داشته باشین که زمینه های برای بهانه سازیشان دیگه از میان میره. اونا نمیتونن که باز به جهان قناعت بتن، مجبور هستن که اینا به رسم شناسی و بالاخره منافعشان نمیتونه برآورده شوه. بعضی مسائل است که اونا بهانه میگیره و اور جهان و افغان ها میخواه. مثلا حقوق بشر که ما مسائل زنا را مطرح کردم، اور ما میخوایم، خودتان میخوای، همه افغان ها اونا را میخوان، بنان کشورهای دیگه، حتی کشورهای اسلامی اونا را یادآور میشه. بنان بعضی مسائل است که ما باید اور زودتر حل بسازیم. چطور؟ بخاطر از اینکه نمیرسه به راه حل. ما فکر میکنم که کمکاری خود امارت اسلامی است دیگه. باید در جریان 3 سال اگر اینا نمیتونستن که ایرا باز کنه، حداقل یک طرح منظمی که حال برای افغان ها، برای مردم افغانستان یک گزارش میدادن که تا کجا اینا پیش رفتن و چقدر وقت اینا را در بر میگیرن، چقدر وقت بعد باز میشه این مسئله، مشکل حل میشه. ما فکر میکنم که بهانه ها باید ریشکن شوه. اگر بهانه ها ریشکن نمیشه، ایره به یاد داشته باشین که قدرت های بزرگ به خاطر همین بهانه ها میتونن تا هر کار را انجام بده، حتی کشورها را میتونه همپیمان خود بسازه به این مسائل. بالاخره یک بحران را در افغانستان و حتی در منطقه به وجود بیاره، اونا بر از اونا مهم منافعشان است. مثل که تاموس خودشان گفت که بر ما 2 مسئله مهم است، یکی منافع ملی ما مهم است، یکی همو کمک های بشر دوستانه برای مردم افغانستان. بنان ما فکر میکنم کمک های بشر دوستانه برای افغانها این مهم نیست، برشان منافع ملیشان مهم است. اگر او روسیه است، اگر چین است، اگر ایالات متحده آمریکا. ولی آیا مواردی که در مورد حقوق زنان شما میگین که خب عملا نقض شده و نقض میشه، این از منافع ملی افغانستان نیست؟ بدون شک منافع ملی افغانستان است. ما در بعض موارد موافق هستم با اونا که این حقوق برآورده شده در افغانستان. مثلا اگر حق میراث است، اگر حقوق دیگی است که در افغانستان متاسفانه بدبختانه یک فرهنگ بد نهادی نشده بود در جریان 20 سال که او فرهنگ های غلط حتی گره خورده بود با دین اسلام، اونا برآورده شده، برای حقشان داده میشه، حق میراث است، اگر حق انتخاب است برشان داده شده، از این هم افغان ها خوش است. ولی حق اساسیشان که حق تعلیمشان است، اونا هنوز هم
پابرجاست که باید حل شود. سپاسگزار شما، ممنون تون آقای سربر، سلام به شما، بسیار خوش آمدین. و بس امریکا چرا و به چی هدفی باید اتهام های بی اساس وارد بکنه؟ آقای متقی میگه که امریکا با یادآوری نقض حقوق بشر و حضور گروه های هراس افکن در افغانستان اتهام های بی اساس و بی بنیاد را وارد میکنه. خب با عرض سلام به شما، مهمان شما و همچنین بیننده های گرامی همگی، باید خدمت شما عرض کنم که امریکا خودش در افغانستان بسیار حضور داشت و در زمان خود امریکا داعش در افغانستان وجود داشت و حتی ادعا میشه که داعش از طرف خود امریکا تمویل میشه و خود از این باعث تشدید و تمویل از اینا هست. در مورد حقوق بشر هم همچنین که ما میبینیم اینا تنها مسئله امریکا هست، بلکه مشکل مردم افغانستان هم هست. مسائل حقوق زنها هست، مسائل مکاتب هست، این با آنهایی هست که امریکا این رو به دست خود داره و نگرانی هایی رو که امریکا از لحاظ امنیتی مطرح میکنه، این اصلا نگرانی هایی هست که کشورهای همسایه بله. و کشورهای اروپایی در مجموع دارن. شما ببینید که افغانستان 14 میدان تاخت و تاس گروپ های تروریستی بوده یا گروپ های اسلامی بوده که از کشورهای مختلف و در اینجا نه تنها اینا مشکلات را بر ما بر افغانستان به وجود آوردن، بلکه بر کشورهای بیرونی. من خودم شاهد بودم دوبار، یک بار سفیر اندونزیا و یک بار سفیر الجزایر نزد ما آمدن و شکایت کردن که تعداد زیاد از افراد اسلامی های بسیار اکستریمیست و اینا در افغانستان هستن و از افغانستان اینا میخواین که دوباره برگردن و مشکلات رو برای ما خلق بکنن. این مردم هم در زمان جهاد که البته امریکا اینا رو پشتیبانی میکرد، تمویل میکرد، پاکستان کمک میکرد، اینا رو تربیه میکرد، در افغانستان بودن و هم بعد از او در افغانستان بودن. القاعده در زمان اولی که طالبان آمد رابط بسیار نزدیک با طالبان داشت که همه میفهمن و واضح یک مسئله هست در افغانستان و فعلا هم گروپ های هستن که از دید امریکایی ها یا از دید اروپایی ها، از دید همسایه ها ممکن است که اینا تروریست باشن، اما از دید امارات اسلامی امکان داره اینا تروریست نباشن. اینا گروپ های امارات اسلامی میگه هیچ کسی نیست، که نگاهشون نسبت به او گروه ها چی است او بحث جداست، ولی امارات اسلامی میگه هیچ گروهی در افغانستان حضور نداره. داعش هم که بوده به شدت سرکوب شده. شما گزارش اخیر سازمان ملل را هم، گروه نظارت بر تحریم های شورای سازمان ملل را هم دیدین که خب اینا از حضور تی تی پی داعش القاعده یادآوری کرده بود. خب آمریکا هم نگرانی های خودش را داره، ولی معاون سیاسی ریاست وزرا میگه که هیچ گروهی در افغانستان حضور نداره که حتی یک روستا را از کنترل امارات اسلامی خارج کرده باشه. حرفی است که وقتی همین ادعاها مطرح میشه که گروه ها حضور داره، واقعیت های عینی افغانستان باید نگاه شه یا با این ادعاها واقعا از یک بعدی میشه برش مهر صحت گذاشت؟ از دید امارات اسلامی هیچ گروه توریستی در افغانستان نیست، برای اینکه اگر کسایی هستند در افغانستان، گروپ های هستند در افغانستان، اینا گروپ های اسلامی هستند، کسایی هستند که به اصطلاح جنگجویای اسلامی هستند که علیه دولت های خود می جنگند و اینا به خاطر ایجاد یک کشور، یک دولت اسلامی از دید خودشان در کشورهای خود می خواهند و ای از نظر امکان داره که امارات اسلامی اینا مردم توریست نباشه. اگر اینا میگن توریست وجود نداره، اینا حق دارن که این مسئله رو بگن. اما ما می‌بینیم که در آخرین کنفرانسی که در رابطه با افغانستان در شهر کازان داشت شد و در اوج 13 کشور شما بهتر می‌فهمید که اشتراک کردند، اینا در اوج فیصله کردند که باید یک گروه تماس ترتیب بکنند که همیشه با هم تماس داشته باشند از خاطر تهدیدات امنیتی از داخل افغانستان. از جانب دیگر اینا هم در قزاقستان فیصله کردند که باید که یک دیوار امنیتی بر دور افغانستان. نه، هدفی است که آقای سرور که اینها توهم است وقتی میگه که ممکن است خاک افغانستان استفاده شوه یا هم به هر حال از برایند 14 جنگ یک چنین تصور را میکنه که ممکن است افغانستان علیه ما کار گرفته شوه، یا یک واقعیتی، یک دستاویزی داره به عنوان ای که ثابت بکنه که واقعا افغانستان داره تبدیل میشه به یک لانه ای که ممکن علیه کشورها کار گرفته شوه؟ خب این حراسی است که ما شما میفهمیم که همسایه با شدت از این حراس دارن، میترسن چون همسایه های افغانستان میفهمن که هر مشکلی که در داخل افغانستان ایجاد شوه، این مشکل دامنگیری از اینا هم میشه. در این هیچ کس منکر نیست که سطح تهدیدات امنیتی تقریبا 90% در افغانستان پایین آمده از وقتی که امارات اسلامی آمد، برای اینکه یک مقدار جنگ هایی که بود و ناامنی هایی که بود به خاطر جنگی بود که خود امارات اسلامی یا بخش گروه طالب ها با امریکایی ها داشتن، ولی او از بین رفت.
امنیت در افغانستان 90% هست، ولی بازی هایی که در افغانستان صورت میگیره، رقابت هایی که امیال در بین روس چین از یک جانب و امریکا و غرب از جانب دیگر در داخل افغانستان جریان داره، اینا میدانن که مشکلات بسیار بزرگی در آینده برای ما وجود داشته باشه. در قلبی سور تو آقای متقی میگه که امریکا نباید اتهام های بی اساس وارد بکنه. اینها اتهام های بی اساس است، هم در مورد گروه های حراس افغان و هم در مورد حقوق بشر، یا فکر میکنین واقعیت داره؟ خب وقتی که ما شما هنوز بعد از حدود نزدیک به 3 سال هنوز یک دولت قانونی، یک قانون مدون در داخل افغانستان نداریم. ما تا وقتی که هنوز دولت مشروعیت خود را از خود مردم نگرفته، این میتونه خودش خطرات بسیار بزرگی را برای دولت، برای امارت اسلامی در مجموع، برای افغانستان ایجاد بکنه. به خاطر که تا وقتی که ما یک دولت فراگیر نداشته باشیم، تا وقتی که دولت به رسمیت شناخته نشه، متاسفانه خطرات امنیتی افغانستان را بیشتر تهدید خواهد کرد. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. قائم امند امارت اسلامی با امریکا مذاکره کرده، زبان دیپلماسی یکدیگر را بلد است. فکر میکنین که چرا پس از دوحه که به توافق رسیدن، دست دوستی دادن و صلح کردن، میز دیپلماسی بسیار سرد شد و نتیجه نگرفته تا امروز که 3 سال است؟ هنوز هم امارت اسلامی گاهی میگه امریکا هنوز در مسیر دشمنی قرار داره، گاهی میگه در فضای افغانستان هنوز در کنترل امریکاست، اتهام وارد میکنه دو طرف به یکدیگه که توافقنامه دوحه را نقض کرده و حالا هم بحثی است که داره اتهام وارد میکنه. من فکر میکنم و این آشکار هم است که ایالات متحده آمریکا خواسته های خود داره. تا زمانی که او خواسته هایش برآورده نشه در افغانستان و در منطقه، را باید داشته باشین که اتهامات و فشارهای مختلف وارد میکنن، چون قدرت های بزرگ در تلاش منافع خود هستند. شما که امروز ببینین در جریان 3 سال بدون شک ما بیشترین ولایات سفر کردیم، ما هم تا فعلا کسی را ندیدیم که اونا برخواسته باشه، سلا گرفته باشه و بالاخره یک مشکل کلان جور کرده باشه. بنان اگر اینا میگن که گروه ها وجود داره، پس اینا باید مستندسازی کنه، سازمان ملل متحده، سازمان های منطقه است. و اگر در افغانستان وجود داره، پس اونا بر از اونا معلوم است که در افغانستان از کجا میه، از کدام کشور معلوم میه. اونا و کشورها معلوم است آدرسشان، برن به او کشورها، بالای از اونا او کشورها فشار بیارن که همسایه های ماست و مشکل معلوم است. همسایه های طرف اتهام وارد میکنه. من فکر میکنم که در 40-45 سال همسایه ها اتهامات را وارد کردن، ولی هیچ وقت اونا را ثابت نکردن. اونا برعکس شدن و خودشان حالا میبینین که با یک مشکل بزرگ درگیر هستن. بنان من فکر میکنم که این اتهامات به خاطر منافعشان است. من هم این صحبتشان را تایید میکنم. اگر متقی صاحب، اگر معاون سیاسی است، وقتی اونا صحبت کردن، بدون شک کشورها میخواین که بعضی کشورهاست در ویرانی افغانستان، در بی‌ثباتی افغانستان منافع خود میبینن، ولی بعضی کشورهاست که اونا چون منافع اقتصادی دارن، اونا میخواین که در افغانستان ثبات مشخص شود. مثلا کشورهای همسایه افغانستان، ایران، پاکستان، کشورهای آسیای میانه، حتی کشورهای منطقه مثل روسیه و چین، اینها میگه که ثبات افغانستان به نفع ماست. اگر افغانستان امنیت باشه، ما هم از امنیت سود میبریم، ولی اگر افغانستان ثبات نداشته باشه و امنیت نباشه، این به ضرر ما هم تمام خواهد شد. دروغ میگن. 100% دروغ میگن. هویدا، ما چندین بار در رسانه ها گفتیم یکی از کشورهایی که در 45 سال بدبختی افغانستان، جنگ افغانستان، بحران افغانستان، او پاکستان بوده. هیچ وقت اونا نمیخواد که در افغانستان ثبات باشه. اگر در افغانستان ثبات باشه، ایرا باید داشته باشین که پاکستانی که در جریان 70-74 سال وجود داشت، او پاکستان وجود نداره. در افغانستان مشکلات به وجود آورد، امروز شما میبینین با مشکلات سیاسی اقتصادی درگیر هستند. بنان من فکر میکنم که افغانستان در جریان 3 سال توانسته که یک دستاورد بزرگشان امنیت بوده، نتانسته که هیچ گروهی سر بلند کنه. حتی شما محرم دیدین، در محرم امنیت شدید گرفته بودن. به خاطر چی؟ چون یک دستاورد است. اگه این به چالش کشیده شوه، دیگه باز در جهان وقتی که اینا حرف از امنیت میزنه، امنیتی وجود نداره. بنان ایالات متحده آمریکا وقتی میبینه منافع روسیه را، منافع چین و کشورهای دیگه را میبینه، به نحوی اینا فشار وارد میکنه تا خواسته های از اونا قبول شوه. خواسته ایالات متحده آمریکا می است که کشورهایی که در منطقه وجود داره و رقیب از اینا است، اونا باید نفوذ نداشته باشه. اونا باید منافع
اقتصادی در افغانستان نداشته باشه. بنان به خاطر از این خواسته ها ما فکر میکنم اونا میخواین فشارهای مختلف وارد کنن. تشکر میکنم، سپاسگزار شما آقای سرور. همونطور که گفتیم خب امریکا 20 سال در افغانستان حضور داشت، دشمن درجه یکش طالبان را میگفتند، اما با اینها مذاکره کردند. در نهایت 18 ماه مذاکره نتیجهش بود که باید به توافق برسه و بر اساس همین توافق امریکا از افغانستان خارج شد. با خارج شدن امریکا طالبان هم به قدرت رسید. حالا فکر میکنید در جریان 3 سال چرا میز دیپلماسی سرد شده؟ کم علاقه هستند؟ امریکا دیگه مسئله افغانستان را کنار گذاشته یا خواسته نمیخواد که مذاکره بکنه و از وضعیت در حقیقت راضی است؟ باید عرض بکنم بر شما که اولا خو مذاکرات بین امارات طالبان و ایالات متحده امریکا ای از سال 2006 شروع شده بود، نه در 18 ماه آخر. اینا بالاخره ولی اون چیزی که فاش بود، علنی بود، 18 ماه سال... بله، در از سال 2006 امریکا تصمیم گرفت که از افغانستان خارج شد و متوجه شد که نمیتونه در افغانستان دوام بیاره. بعد مذاکرات با اینا شروع کرد و اون 18 ماه را که شما اشاره کردین کاملا درست است، ولی در این طول 18 ماه شما ببینید که در مواد مخفی در مابین قرارداد وجود داره که امی مواد مخفی باعث نگرانی همسایه ها هست، مورد نگرانی بسیاری از مردم افغانستان است که واقعا این چی بوده که در اوجه هست و هنوز هم این سوال وجود داره. از یک طرف، از جانب دیگه همونطور که استاد اشاره کردن، واقعا که در افغانستان امیال مرکز رقابتی بسیار شدید بین روس و چین از یک جانب و امریکا از جانب دیگه هست. هم از لحاظ اقتصادی امریکا میخواهد که مانع رشد چین از طریق افغانستان که میتونه یک معبر اقتصادی هست، در حقیقت بهترین معبر هست، این رو میخواهد که ممانعت بکنه. این است که این رقابت میتونه که فقط برای مردم افغانستان مشکلات خلق بکنه و در آینده برای خود امارات اسلامی، در اینکه امارات اسلامی امنیت را من پیشتر هم عرض کردم که 90% و شاید هم که استاد گرفتن سفر کردن ولایت رو دیدن بسیار بهترتر از ما وارد هستن، میفهمن که امنیت آمده، ولی این امنیت را آدم نمیتونه بگه که امنیت دائمی هست. و پاکستان کشوری هست که فکر میکرد که افغانستان دیگر در دامن ازو قرار داره و با نام صوبه پنجم خود افغانستان رو بشمرد، ولی امروز میبینه که خودش کاملا در انزوا قرار گرفته، به جایش رقیب اصلی ازو که هند است در داخل افغانستان داره آهسته آهسته نزدیکتر و نزدیکتر میشه با امارات اسلامی. به این خاطر است که هر روز میخواد که پرابلم جدیدتر بر ما خلق بکنه. این مسئله کاملا روشن است. اما همسایه‌های دیگه داریم که واقعا ثبات افغانستان را اینا ثبات خود میدانند و از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی اینا نمیخواهند که مسائل در افغانستان باشه که آتش در بگیره که شعله هایش یا دودش به چشم از اینا بخوره. ولی امارات اسلامی هم باور است که تنها راه مذاکره راه حل است. امریکا هم میگه مذاکره و دیپلماسی میتونه نتیجه بخش باشه. چرا فکر میکنین حالا کم علاقه هستن امریکا برای مذاکره؟ در جریان 3 سال مذاکراتی که نتیجه داده باشه ما بسیار به شکل مشخصش را نداشتیم، نمیخواین یا نمیتونه؟ من گمان نمی کنم که امریکا بی علاقه باشد، به خاطر موقعیت حساس افغانستان، به خاطر نزدیک بودنش با روس و چین، به هیچ صورت با ایران نمیخواد به هیچ صورت بی علاقه باشه. و شما ببینید که امیال به ایتالیا و اسپانیا و بعضی کشورهای دیگه اروپایی به شمول آلمان میخوان سفارت های خود را در افغانستان بیارن. اینا تمامشون که اعضای ناتو هستن و در مجموع بدون تصمیم جمعی نمیخوان که تنها بیان، پس آمدن از اینا در داخل افغانستان که خودش نشان میده که اینا بی علاقه نیستن در داخل افغانستان. بسیار تشکر، سپاسگزار. خواهش میکنم. بسیار تشکر آقای مومن. یک دقیقه وقت دارید. شما فکر میکنین که امارات اسلامی میتونه در میز مذاکره امریکا را به حال قناعت بده، مثلی که میگه در میدان جنگ شکست دادیم، در مذاکره دوهم شکست دادیم، این بار راه باز شوه و در نهایت کامیاب؟ ما فکر میکنیم که یک چانس بزرگ است بدون شک، به خاطر از اینکه جهان امروز در مسائل دیگه مثل اوکراین و فلسطین و هم از تایوان مصروف هستند و به امارات اسلامی یک چانس بزرگ است. و این را باید داشته باشین که جو بایدن هم آهسته آهسته میدان فکر میکنم که با ترامپ واگذار میکنه و تا او زمان فکر نکنم که این گفتگو بسیار جدی باشه تا انتخابات ایالات متحده آمریکا. وقتی که انتخابات ایالات متحده آمریکا معلوم شد و ما مطمئن هستم که مذاکرات شدت میگیره و امکانش هست که با یک تعامل
برسند و امارت اسلامی هم کوشش کنه که امنیت که یک دستاورد دستی را به یک ثبات دائمی بدل کنه، به خاطر از اینکه هر لحظه امکان از این است که امنیت بر هم بخوره، به خاطر کشورهای همسایه را شما میبینین به خاطر ازمی لابیگری میکنه تا افغانستان به طرف یک بی ثباتی بره. بنان امارت اسلامی همون مشکلات که در داخل افغانستان وجود داره او را باید زودتر حل بسازه، در غیر از اون فکر میکنم که مشکلات باز بیشتر بشه. سپاسگزار شما آقای جاوید مومند استاد دانشگاه و آقای احمد سرور سفیر پیشین افغانستان در هند. از حضور هر دو مهمان گرامی، از شما بیننده ها هم سپاسگزارم که بیننده فراخبر بودین. وقت بخیر.